جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ما همراه شدن. آقای رجبی، امروز علی خامنه‌ای تاکید کرده که ممکنه ملت‌های مسلمان بیتاب بشن و نشه جلوشون رو گرفت. آیا بعد این سخنان رو جدی گرفت؟ سلام خدمت شما و همه مردم ایران. صحبت‌های علی خامنه‌ای، نگاه بکنیم به صحبت‌هایی که بعد از حمله بود، یعنی یک صحبتی بعد، یک دو روز بعد بود، یک مقداری عقب نشینی می‌بینیم از صحبت‌های خامنه‌ای. اینجا میگه ملت‌ها، یعنی داره اول اینجا اعتراف میکنه که ما وارد جنگ نمیشیم، یعنی داره یک پیغامی گویی که به طرف‌های خارجی میده که فارغ از اینی که مثلا فلان فرمانده صحبت میکنه چی میگه، اونها مصرف داخلی داره، علی خامنه‌ای داره اعتراف میکنه ما وارد جنگ نمیشیم. از سوی دیگه یک نگرانی که علی خامنه‌ای الان داره اینه که طرف اسرائیلی هنوز مشخص نیست که میخواهد انتقام این موضوع رو چگونه بگیره. اونها یک نگرانی از پاسخ اسرائیل دارن، یعنی اینی که تهدید میکنن به ادامه جنگ چون احتمال میدن که مورد انتقامگیری اسرائیل قرار بگیرن، دارن این پیغام رو میدن که بخواهن از این انتقامگیری جدا بشن. مسئله دوم اینه که علی خامنه‌ای امروز به اون اشاره کرد، فکر نمی‌کرد در داخل ایران اینقدر این موضوع حمله حماس و جنایت اونها با مخالفت افکار عمومی مواجه بشه. اونجایی که داره اشاره می‌کنه و توجیه می‌کنه قتل عام شهروندان رو، چون می‌دونه که اون موضوع در مردم ایران و در جامعه ایران با خیلی خشم زیاد و با یک همزیستی مشخص شده، چون این نیروهای طرفدار ایران، مردم ایران دیدن که با همین در داخل ایران دست و پنجه نرم کردن. خامنه‌ای داره این رو بیشتر توجیه میکنه و این نگرانی هاش رو نشون داد. یکی از اینی که نگران اینه که آتشی که روشن کرده دامن خودشون رو بگیره، دو داره این موضوعی رو که مردم ایران در این موضوع کنار موضع جمهوری اسلامی نایستادن رو داره به این موضوع توجیه میکنه. سپاسگزارم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما.